Can I put my, is it too much to ask for? Yeah. Can I put? Hello to the people of Rabbiland. همینطور که مشاهده میکنید ساعت 6:25 دقیقه عصر است. میخوام واسهتون یه ولاگ کوچیک بگیرم از اون ولاگای خونگی خودمونی. بچه‌ها تا 10 دقیقه پیش بنده توی این لوکیشن قرار داشتم، خواب بودم تا 10 دقیقه پیش، خب؟ و الان باید بریم که اینا رو با هم مرتب کنیم که خیلی روی مخه. میذارمتون اینجا. به نظرم بعد از کار معدن سخت‌ترین کار دنیا مرتب کردن تخت خوابه. هر روز، دقیقاً هر روز من باید لاشه این لحاف رو بگیرم اینطوری مرتب کنم. هر روز کارمون همینه. چی کار میشه کرد؟ بگید به ما چه؟ رو زمین بخواب، تو روش میخوابی، قراشو به ما میزنی، والا به خدا. الان اگه این دکمه رکورد نزده بودم فرشای کهدار به این تخت میدادم. بچه ها به تازگی خیلی جوش زدم، خیلی پوستم داغون شده واقعا حقیقتا. نصفش به خاطر اینه که خب پریود شدم، نصف دیگرش هم به خاطر اینه که هر شب خدا تخمه خوردم و جلوی خودم هم نگرفتم. حالا باز دیشب و اینا یکم جلوی خودم رو گرفتم، هنر کردم. بریم که یه ماسکی چیزی بزنیم، اصلا واسه روحیمون هم خوبه. دو تا ماسک انتخاب کردم، یکیشون بلوبری هستن، یکیشون ویتامین سی هستن. کدومو بزنم؟ زبون بسته ها. مجبورم خودم انتخاب کنم دیگه. ویتامین سی میزنیم. خب چه خبرها بچه ها؟ چه خبرها؟ قبلا نور این اتاق خیلی اوکی بود، خیلی اوکی بود. الان نور این اتاق خیلی بد شده. هم تو الکی. نه. لامپش رو عوض کردیم. نورش بد شده. انشالله به زودی چیز میخرم. رینگ لایت میخرم که از خجالتتون در بیام دیگه. چیکار کنم؟ خب بدین صورت بدان صورت بچه امشبم قراره بریم مهمونی و خیلی جالبه توجه کردین اون ولاگ قبلی هم که گرفتم توی خونه بودم، دقیقا شبش میخواستیم بریم مهمونی. دوباره امشبم قراره بریم مهمونی. یه گاهی واقعا قدرت تکلمم میاد پایین. عشق و حال هزینه داره دیگه، چیکار کنی؟ واسه یه دست خوبه. من باقی موندهش رو اینطوری میمالم به دست، اینجوری برای دست خوبه. آیا توی کامنت ها به هم بگین اگه واقعا برای پوست دستم خوبه که ادامه بدم، اگه خوب نیست ادامه ندم. به همین راحتی. خب حالا که ماسکو گذاشیم میایم یکم لکچری بازی چاشنیش میکنیم. اسموتی هندونه بخوریم. این اسموتی همون اسموتیه که ظهر درست کردم و مینی ولاگش رو گذاشتم توی ویدیوهای شورت. حالا یه کمی دیگرش اضاف اومده که میخوام همراه با ماسک صورتم بخورم و ترجیح میدم این یه تیکه آهنگ بیاد.
دوستان، اوریو رو داریم توی تصویر، خوشگل مامانش. جانم عزیز دلم، بچه از اون جایی که قبلنم بهتون گفتم من هر روز خدا برنامه هامو باید بنویسم، خب یکی یکی خط بزنم کارهایی که انجام میدم و شکرگزاری، نمیدونم نوشتن، کلن از هدف نوشتن، از بوش میخوای ماما؟ بیا این بوش. آره هی می نویسم. الانم یهو هوس کردم یکم یادی کنم از اهدافم و روی تابلوی وایت بورد بنویسم. چه کشی اومد اوریو. خب از چی باید بنویسید بچه ها؟ از اینکه جون دلم عزیز گلم، الان من میخوام بنویسم، شما اینجا چیکار میکنی؟ ها ما اول تابلو رو به دو تا قسمت تقسیم کنید، یا حالا کاغذ، حالا من امروز عشق کردم روی تابلو بنویسم، به دو قسمت. خب یک طرفش رو میذاریم برای اهدافمون، چیزهایی که قراره بهش برسیم، و یه طرفش هم میذاریم واسه یه شکرگزاری. جانم دخترم بوس. خب بدین صورت بدان صورت، خب اهداف شکرگزاری و هیچی دیگه. اهداف و چیزایی که میخواین بهش برسین و توی قسمت خودش مینویسین، چیزایی که در حال حاضر دارین و میخواین بابتش خدا رو شکر کنین توی این قسمت. من برم بنویسم و بیام. خب دیگه 20 دقیقه شد، من اینو بردارم. های آخیش هلوی دوباره. من رفتم صورتمو شستم، آبرسانم بزنیم. حوصله‌تون سر نره یه وقت بچه ها، برین سر یخچال، هرچی میخواین بردارین بتابین. پاشین عاشق ولاگ کردن توی خونم، انگاری که تنها نیستی تو خونه، یه اکیپین، با هم کاراتون انجام میدین، با هم دارید وقت میگذرونید تو خونه، خیلی باحاله. چاب رسانی زدم دکتر راشل، آبرسان دکتر راشل، خدایی خیلی آبرسان خوبیه. میخوام یه کار باحال بکنیم. اومدم ماژیک وایس بوردم و بردارم، چشم افتاد به این راپید 1/10. میخوام یه تتو واسه خودم بزنم اینجا، یه تتوی فیک. حالا موندم چه جمله‌ای بزنم، اما خب توی الان وایبم مودم میگه که اینو بزن، این تکستا بزنم. Don't worry, be happy، یعنی نگران نباش، شاد باش. وای چقدر باحال شد بچه ها. منتها میدونین مشکلش چیه؟ از اینکه صاف بزنم تتومو کجکی زدم، به خاطر اینکه خب تسلط نداشتم، خیلی نمیدونستم کجا دارم میرم، اما خب در کل باحال شده، اتفاقا خواسته اینطوری کج. تتو آرتیست بنده ایشونن، معرفی میکنم ایشون. خب بچه ها من یکم ظرف هست بشورم و بیام
مثل اینکه ولاگ من بدون ظرف شستن نمیشه، یعنی میخواستم توی این ولاگ ظرف نشورم، کوزت بازی در نیارم، نمیشه. وای بچه ها، مثل اینکه خدا صدامو شنید و قسمت نشد که من ظرف بشورم، چون محمد زنگ زد و گفتش که آماده شو من دارم میام که بریم. ساعت چنده؟ ساعت 7 دقیقه 7 دقیقه 7:10 شبه. بریم که حاضر شیم بچه ها. خب بچه ها، کلاپ زیر مانتو رو اینا انتخاب کردم که زنجیرش هم پیچیده توی هم. خب دیگه چند دقیقه پیش چیز رو زدیم، آبرسان رو زدیم، پس دیگه آبرسان اوکی شد. میریم سراغ یه آبرسان دیگه که اینو من همیشه میزنم، شیر گاو. پس الانم میزنم. اوریو معلوم نیست داره چی کار میکنه، تلق 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 تلق. خب دیگه حالا نوبت کرم پودرمونه. خب بچه ها من باورتون نمیشه، اما یک شب، تو بگو یک شب توی این خونه نمیتونم بند شم. یعنی تونستنه که خب بند میشم، اما حالم خراب میشه. حتما دوست دارم برم که بیرون. یه آدمی هم که کلن عاشق سفر، خوشگذرونی، مهمونی، اینور اونور. به خاطر همینم هست که مهمونی دادن و زیاد دوست ندارم، مهمونی رفتن رو بیشتر دوست دارم. خب بعد خیلی هم میگن که تو خسیسی که دوست نداری مهمونی بری. نه اینطوری نیست آقا، شما بیاین بریم بیرون، من رستوران شما را حالا مهمون میکنم، نمیدونم پارک شما را مهمون میکنم، اما برم بیرون، میدونی چی میگم؟ بعد حس میکنم خودم همچنین احساسی دارم که این بده، باید تمرین کنم یکم داخل خونه بمونم. شاید یه روزی یه شرایطی پیش اومد که باید بابا بیشتر داخل خونه سر کنی. میدونین یکم هم به خودم حق میدم، چون علتش یکم هم برمیگرده به اینکه صبح، یعنی روزا، من خیلی 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 کم پیش میاد که از خونه بیرون برم، خیلی کم. بعد خب شبا میرم بیرون، شبا باید برم بیرون، دوست دارم برم بیرون. شاید هم به خاطر این، اما در کل خوش، در کل باید یکم چیزش کنم، کمش کنم. به نظرم اتون رو عوض کردم، آوردم اتون این طرف، چون میخواستم در کشاب رو باز کنم، پای جلوی در. ابروامون رو مرتب میکنیم، نمیدونم دوست دارم بلوندشون کنم، بلوندشون نکنم، اما خب دوست دارم بلوندشون کنم. امشب خیلی وقته که من ابروامو بلوند نکردم. اول شرایط بلوند کردن اینه که اول دکلوره کنی. من با کانسیلر چیز میکنم، دکلورشون میکنم. نمیتونم توی دوربین میکاپ کنم، چون آینه به این بزرگی جلوی رومه، بعد نمیتونم اصلا توی دوربین نگاه کنم. پس برای دقت بیشتر و اینکه تمیز سر در بیاد، مجبورم که توی آینه نگاه کنم دیگه، ببخشید. خب بچه ها، اینم از ابروهای رنگ شده من. بلوند بلوند نشد، قهوه‌ای شد. فکر کنم دکلورم زیاد نگرفته. آره خب، اگه تا اینجای ویدیو خاله جونی لایک نکردی، لایک کن، سابسکرایب کن که ضرر نمی کنی و بکنی کار رو تا بریم ریمل بزنیم. بدو دیگه، خودتو وجدانه دیگه، کردی نکردی، بریم ریمل رو بزنیم. نه ریمل نه، چیز خط چش. ببین خط چشمو که دیگه اصلا نمیتونم نه تو دوربین نگاه کنم، نه اینطوری بشینم و تو آینه نگاه کنم. باید برم تو حلق آینه رو بزنم.
پس فعلا بای. خب بچه ها موهام هم میخوام ببندم بالا، دوم اسبیشون کنم، جلوی موهام هم میخوام بدم بالا. بدین صورت بدن صورت موهام نرم شده لامصب. خب آرایشمون تموم شد، آرایشمون تموم شد. برم زنگ بزنم به این آقای محترم ببینم برای چی هنوز نایمده. بچه های ساعتیه خیلی قدیمیه و هدیه است و من خیلی بافتش رو دوست دارم، اینو میندازیم امشب. این از این گردنبندمونم میندازیم چون به دامنمون میاد. از سگ بذارید من این میکروفون رو بچه ها با اجازتون بردارم، اینم باید باز کنم. واسه اینکه جلوی موهامون خوشگل و صاف باید. بچه ها این دامنه خوشگلمه، خیلی دوستش دارم، خیلی. با اون مانتوه که اونجاست میخوام بپوشمش. خب دیگه بچه ها اوکی شد، آماده شدم، محمدم دم در منتظر. دیگه برم. خیلی دوستتون دارم، لایک، سابسکرایب یادتون نره و اینکه don't worry be happy خواستم بهتون یادآوری کنم.